چرا ازدواج میکنیم؟ به خاطر اینکه به آرامش برسیم چطور ممکن است که ازدواج باعث ایجاد آرامش بشه؟ من یک استدلالی میارم بر پایه و بر مبنای سه تا دلیل یا به استدلال سه تا مقدمه میارم برای که چگونه میتواند ازدواج ما رو به آرامش برساند من یک انسان هستم که ابعاد متفاوتی داره وجودم منتها ما در مباحث روانشناسی بیشتر در سه بعد به عبارتی وجودی انسان بحث میکنیم میگیم انسان ترکیبی است از احساسات اندیشه و رفتار قسمت یه. یعنی سه بعد وجود او ترکیبی میشه از احساسات اندیشه و رفتار خب در قسمت اندیشه چرا ازدواج میکنیم؟ ازدواج میکنیم که برای فکر کردن برای تصمیم گرفتن برای انتخاب کردن برای برنامه ریزی کردن به جای اینکه تنها بر تفکر و باور و آگاهی های خودمان تکیه بکنیم ترکیب کنیم آگاهی های رو حداقل با یک نفر دیگه نکته جالبش چیست؟ نکته جالبش چیست که او آدم با ما تفاوت هایی داره هر چقدر هم که مثلا فرض بکنید تصور بکنید که به عنوان مثال ما مشارکت های داشته باشیم ولی افق دید اون نگاه او با ما فرق میکنه و بعد اساس مشورت کردن یعنی شریک شدن در عقول دیگران من برای ای آرامش بیشتری خواهم داشت که زمانی که برای انتخاب کردن برای حتی از ساده ترین انتخاب ها بگیریم شروع کنیم تا اصلی ترین انتخاب ها دست زدن به اقدامات خیلی جدی و اساسی در زندگی زمانی که خودم به تنهایی فکر میکنم از افق و زاویه دید خودم بر اساس تجربیات و تفکرات و اندیشه هایی که خودم از گذشته تا حال دارم اصلا بر اساس آگاهی و اطلاعات ها و رشته تحصیلی هر نه. چیز دیگه یک زمان هست که کسی دیگه در کنار قرار میگیره و باز او تجربیاتی داره اندیشه ای داره نگاهی داره رشته ای داره آگاهی داره که وقتی با هم ترکیب بشه ای چه بسا حتی اگر گاهی وقتا میشه گفت که حتی ضرورت نداره که اون مثل در اندازه ای دانش او مثل دانش ما باشه ما هم رشته ای باشیم هر دومان مدرک تحصیلی من یکی باشه هر دومان از یک مثلا نه جالبش اینجاست که وقتی او کنار ما قرار میگیره حالا خانم به آقا یعنی زن و شویی که اتفاق افتاد بس ازدواج که اتفاق افتاد در هنگام انتخاب کردن ممکن است زن به یک نکات ظریفی دقت و توجه بکنه و اونها رو تذکر بده که آقا اصلا توان دیدن توان دیدن اونها رو نداره چون اصلا کلا تفاوت نگاه داریم در بحث جنسیتی بس. و از اون طرف خانم دست میخواد دست به یک اقداماتی بزنه یک برنامه هایی که میخواد بریزه که مرد بر اساس نگرش و تفکر و آینده نگری و تجربیات و خودش میگه خانم این قسمت کاری که تو میخوای بکنی به این دلیل به این دلیل به این دلیل ای دچار مشکل میشه پس ببینید میزان خطای در, اند... در اندیشه هایم در, اهدافیم، رفتا... در اهدافم در های کلانم در انتخابات جزئی تا کلی زندگیم زمانی که با یک نفر دیگه مشارکت کنم بیشتر خواد شد خب حالا ممکنه بگی که خب من میرم با رفیقم مشورت میکنم رفیق تو از باب این که مثلا من با دوست خودم که خانم است میرم مشورت میکنم و یک مرد جوان با دوست او که مرد است و آقاست این تفاوت دیدگاه زنانه و مردانه که حالا انشالله خواهیم رسید به او مکمل هم در کنار همدیگه که قرار میگیرن کمال میدن به یک انتخاب پس ارزش داره که من برای اولین چیزی که باعث ایجاد آرامش در زندگی میشه من برای اندیشه‌یم یک همراه پیدا میکنم <متصفح> کسی که از مشورت او از تفکر او میتوانم استفاده کنم تفکر رو در کنار تفکر خودم قرار بدم و با هم کامل بشه. مخصوصاً کسی که بسیار هم دلسوز است چون ما وقتی که در یک جریان یک خانواده قرار گرفتیم رشد پیش پیش و پیشرفت همسرمون رو رشد و پیشرفت خودمون میبینیم و مشاوره‌ای که میدیم بسیار دلسوزانه بدون هیچ تصور و بدون هیچ ببخشید بحث ورزی و معامله گری بله بله. منفعت خود اول بسن چون من نه منفعت او و من یکی است بله. ما شدیم این نکته اول نکته دوم در بحث احساسات که اصلی ترین به عبارتی لایه پررنگ بحث ازدواج من ازدواج میکنم که به آرامش برسم چرا چون شریکی برای غم ها و شادی پیدا میکنم کسی که هم همراه همسر هم مسیر و همسر ما خواهد بود اگر که ناراحت هستم وقتی خانم ناراحت هست، همسر او خواد آمد عزیزم چی شده <applause> مثلا میگه برای پدرم مشکل پیش آمده برای مادرم این مشکل پیش آمده بعد با اون میگه خب نگران نباش من هستم و تو رو پشتیبانی میکنم برای من مثلا فلان مسئله پیش آمده یا نه خوشحال و شادان مرد در باز میکنه از در میای تو به محضی که چهره ای شاش همسرش را خانم میبینه یک آن تمام وجود رو شادی میگیره میگه خب چی گفت و تو شادی رو ابراز میکنه خیلی وقتا یادتان هست که ما در برنامه قبلی اگر از ما بودی یکی از چیزهایی که هر چقدر شما بیشتر پخشش کنی قدرتش بیشتر خود کمتر شادی و محبت است مم. پس من یک شریکی برای بروز و ایجاد احساس پیدا می کنم من در کنار کسی قرار می گیرم که او خالصانه مرا دوست داره و یقین دارم که مم. او مرا دوست داره و محبت او و من بعد هر وقت که احساس تنهایی کنم تنهایی های من را با او قسمت می کنم هر وقت که غم داشته باشم غم های من برای او بازگو می کنم و قمم سبک خواهد شد قشنگترین اینها را ما در زندگی دو به عبارتی زوج آسمانی دیدیم و به عبارتی در داستانها و در روایتهایی که به ما رسیده او قسمت اولش امیر المومنین در بسیاری از موارد بحث مشورتها گفتگوها و همفکریها و در تکه دوم ببینید جمله امیر المومنین که همه به محضی که موارد خانه می شدم لبخند فاطمه همه قمه ها و قصه های مرا خارج میکرد بعد حضرت که تعریف میکنن توصیف می‌کنند از نظر میگن هیچگاه نشد که من غمی داشته باشم مم. و او نتواند تسلای خاطر من باشه و به عبارت این سنگینی بار غم از رو دوش برداره و برعکس او هم اتفاق افتاده هر زمانی که نشاتی در وجود حضرت زهرا بوده و یا حتی نگرانی بوده او رو وقتی با امیرالمومنین در میون می‌ذاشته اون نگرانی و او به عبارت قصه از بین نرفته و اون نشاط صد چندان می‌شده پس قصه قصه دوم تکی دومی است که من به این دلیل با آرامش می‌رسم که کسی رو پیدا می‌کنم که مشارکت می‌کنه با من می و همراه میشه با من می در شادی‌هایم در غم‌هایم کسی که او ممکن است باعث ایجاد بسیار از شادی های زندگی باشه و اون ممکن است باعث از بین رفتن بسیار از غم های زندگیم باشه و در تیکه سوم در رفتار